Dar نوبت ماست کمیسیون بودجه و مالی و ولی سیجگر دان امروز با سراحت گفتن که ماندن ننگ و آر است در مجلس. واقعا شما به این باور هستین؟ موجبه یک کلیه به اصلا سال به یک کلیه موجبه یک جزیه حالا من سر مومنته جنایت دستار یا نداره اکثریتش از سال 92 تا 96 جرم جنایت کرده یا نکرده که بحث مجلس نمایندگان میکشه به تلفن کردن به والی مجلس چرا باید اینقدر ضربه ببینن؟ خب به چه دلیل؟ این باید از اونا سوال بکنی و بنا نیست که بالاخره نمایندگان چه کردن؟ ببین نمایندگان تصمیم خود گرفتن. امروز اگر حکومت عقب نشینی نمیکردن با شما میدیدین که ما پافشاری داشتیم سر اینکه اگر حکومت عقب نشینی نمیکرد اگر حکومت عقب نشینی نمیکرد سر اینکه نمیگفت بالاخره تا یک ماه دیگر ما تاریخ تعیین برگزاری انتخابات تعیین میکنیم و تمام مسئولیت ها و کارشکنی ها را شما دیگر اوی اعلامیه را دیدین پیش شما در میدیای زنده افغانستان چی میشه؟ بر عهده گرفت که واقعا نبود امنیت، نبود پول، چی اگر بله، حکومت عقب نشینی نمیکرد مجلس چی میکرد؟ خیلی کوتاه. ما به هیچ وجه بسنده نمیکردیم و تا هنوز هم بالاخره بس پایان یافته نیست. این از نظر بعضی نمایندگان ممنون. شما میدانید که امروز آجنده را تا با آخرم و با عنوان یک نماینده شما اگر کلیپش داشتن قطعا دارین تا با آخر کارت سرخ ما با قانون اساسی بالا بود و همینطوری شکریه جان بارکزی و همسال ایزال یعنی شما از دید شما پس از اول سرطان هم کار مجلس مشروعیت داره قطعا بله قطعا بعد از اعلان نتایج انتخابات شما چیکار دارین به اینکه این ببین یک کس که به شما رای داده بهتر از این که بسشون یا بسته نشه اون رای دهنده که به شما رای داده برای چند سال شما را انتخاب کرده 5 سال اول سرطان امروز کارتون پایان یافت تمام شد نه بله. نه خوب دقت بکن جناب عالی به عنوان عضو مدیای زنده افغانستان که باعث افتخاری همه ماستین ما شما سوال میکنیم اینال بحث موردی پیش میاد روز اولی که به خاطر برگزاری ولسی جرگه و انتخاب ولسی جرگه صندوق قرار رای مانده شد در سال 1369 کدام روز بود اون روز قانون شکنی شد پیشتر خود شما گفتین بله اجازه بدین که قانون شکنی شد اجازه بدین بازم نباید در تاریخ 27 مایسون بلی 1389 بود درسته اولین اجلاس هست که آقای جناب آقای حامد کرزی شورای ملی افتتاح کرد تاریخ ششم دل بود از لحاظ موردی اگر بحث میکنی شما هیچ حق ندارین که تا به حال بالاخره بحث کلیشه را پیش بکشین ببین ما یک حقوقدان هستیم میخوایم بحث خو اگر بحث قانونی اساسی یک پاسخ داره و اگر بحث موردی است بحث پاسخ دیگه آقای ناصری در اون زمان آقای کرزی قانون شکنی کرد با اینکه انتخابات را سر زمانش برگزار نکرد مجلس را در اول سرطان کارش را حالا نماینده های جدید نیومدن ولی این بهانه شده نمیتونه که هر روز بیاییم و یک چنین چی کار من کاملا برای شما جواب میدم که اگر بحث حقوقی میکنین یا الله بسم الله این قانون اساسی اگر بحث موردی میکنین او بحث جداگانه است به هر شیوه و پیمانه ای که شما میخواین وارد بحث کنین ما با عنوان یک نماینده میتونم بلخ شما تو اول سرطان برای شما رای داده بود بیشتر از شما خوب دقت بکنین ما با شما مطابق با ما قانون اساسی 83 میگه دوره کار ولسی جرگه در اول سرطان سال پنجم تا به اینجا مبتلا درست بلی. کام است دیگه بله کام است یک چیز دیگه صفر که نیست این خب میفهمه بالاخره کسایی که ادعای حقوقی میکنه خب. از طرف دیگه بعد از اعلان نتایج انتخابات با پایان میرسه ما چی کار داریم بالاخره که حکومت ناکارآمد فاسد دیروز انتخابات در موقعش مطابق با جدول زمانی قانون اساسی که تیکه تیکه و پاره پاره شده او را برگزار نکرده و حکومت جدیدم با کمال تاسف به علت عدم کفایت سیاسی و به علت بالاخره فاقد مشروعیت بودن با تمام چیزایی ممنون. که شما گفتین وقتی که او را برگزار نکرده کی میتونه دروازه پارلمان ببنده منطق یا غیر منطق بله. چوب و توب و تام اگر باشه قبلا شما دیدین جناب آقای حامد کرزی با آقای قاسم فهیم بالاخره چند تا توب و تانگ آورد چند نفر وکیل گرفته داخل پارلمان رقم حکومت های دو تا پیرون کردن اون یک بحثه اما بحث حقوقی چیز دیگه است در هر موردی که میخواین بحث بکنین موردی یا حقوق ما خدمت شما قاسم و لاسمیم خلاصه کسای دیگه اینا تمام گید به قاچاق مواد مخدر به مشروب و انواع معاملات غیر قانونی دیگه دست داره و بله گروه به نقل از ویکیلیکس میگه که نمایندگان مردم و بعضی از موینای وزارتخانه اینا پول هنگفت از ایران میگیره تا اینکه بتانه به نوکری یا ادام به جمله کیست از جمله آدمی تلخی محمد اکبری دیگه و دیگه گوش یک عضو ولسی جرگه مستم تمام بله تمام او کسایی که گفتم به جز انگوش شمار اکثریت کسایی که هستن آیا به جنایت آیا به جنایت نه 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 نه
اکثریت به جنایت دست داره یا نداره؟ جنایت دست داره یا نداره؟ اکثریت از سال 92 تا 96 جرم جنایت کرده یا نکرده؟ بحث حقوق رو پیش ببرید. نماینده طالبان او حضور داره یا نداره که مردم افغانستان چه روز حال نورده بود؟ شما باید اعتراض میکنید جامعه مدنی؟ نه، من از حزب بستگی استم، از جامعه مدنی هم نیستم. و شما زیادتر از قوه گپ میزنید. کدام قوه؟ هرسی قوه، قوه مقننه، قوه قضایه و قوه اجرایی کنه. هرسی قوه، قوه است که فقط به گردای فاسد ترین قوه هستن و به گردای مردم شیشتن فقط به پول تان خوش دارن. چوکی تان خوش دارن، پول تان خوش دارن، دیگه چیز نیست. اگر نداره، اگر نداره، گوش بید، اگر دوست نداره، رای آمدم از بلخه از ولایت میدان بلکه مرکز اگر دوست نداره، اگر واقعا چوکی تان دوست نداره، پول دوست نداره، بفرمایید چند ماه بتیم ناشتانه با صندوق بزارن با برخود کنیم بکنیم بکنیم کار قاضی اجتماعی چطور دست داره در تمام خلاصه به جیب زدن پولایی که به معلولین معیوبین باید بره. بفرمایید ماشاءالله به اون کسا بده کار رو نمیدارم تیر موبایل کجا کلش دروغ است. کی میگه کجاش دروغ است؟ کدام موردش؟ کی کرده کار داده؟ بله خب بیایم سر زی بیایم شما رو اگر... میبریم در گوش همو... گوش بگیرین گوش بگیرین شما نوبت ماست نوبت ماست در همون کمیسیون بودجه و مالی و پلیس جگه شما اگر یک مورد پیدا کردی که کرده در نوبت شما مداخله نکردم درست است مداخله نکردم شما بس بفرمایید گوش بگیرین شما لطفاً چند به گفته خودتان دستاورد از پارلمان جنایتکار بگوین که شما دمی 4 سال انجام دادین قانون عفو خودتان به خود پاس کردین قانون من خشونت به خاطر ازی که بتانین یک دستاورد برتان باشه دوباره آوردین و بتانین افکار زن ستیزانی تان دو جای بتین دوباره آوردین قانون احوال اهل تشیع رو شما پاس کردین و صدها دقیقت کار دیگه خلاف رو شما کردین که به وضعیت مردم افغانستان به نفع مردم افغانستان نبوده شما آیا چیزی گفته میتانین این هم سند میخواین ارائه شوه این هم سند میخواین ارائه شوه و آیا او کسایی که در لیست سازمان حقوق بشر است نه سازمان حقوق بشر آمده که تقریبا چند نفر از او از اعضای پارلمان است آیا او رو منکر شده میتونین یک سازمان معتبر بدون از اینکه اسناد شواهد نداشته باشه به هیچ وجه او رقم سند را نمیکشه همگی از یک سر شما من میگم امروز فقط به خاطر از اینکه ما مردم بازی بتیم افکار عامه را مغشوش بسازیم گپ 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 از بحث حقوقی میزنیم بحث حقوقی است و مشروعیت است آیا مشروعیت داره یا نه داره چه درد مردم دوا کرده میتونه اگر مشروعیت نداره اگر قانونی است به نظر شما مشروعیت داره بنا به کدام دلیل قانون اساسی شما هر قانون را زیر پای کردین شما کارایی را کردین که قانون اساسی باز هیچ اساس در مقابلش بفرمایید یکی عفو میگه که شما عفو عمومی خودتان قانونی کردین ما در وکیل دوره 15 پلیس جرگه نبودم در اون دوره هر کسی که این قانون وضع کرده جفا کرده در حق ملت مسلمان افغانستان پس ما منطقی است این یک موضوع موضوع دوم بحث به اصطلاح قانون احوال شخصی تشیع میگه یک واقعیت موجود است هیچ کس و کسی که میگه تفرقه شیعه و سنی میاند و خائن ملی است کسی که بالاخره دیگر نظام توتالیته و شاهنشاهی امثال ذلک برباد رفته امروز حاکمیتی چی هستند دموکراسی میگیم قانون شهروندی در قانون شهروندی مطابق با ماده 22 قانون اساسی که از کره در نره خواهر ما با کمال احترام که مدام خدمت شما میکنم او میگه که هر نوع تبعیض امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع بعد در فقره دومش میگه که من ادبیات چی میخوانم میگه که به اصطلاح تمام اتباع افغانستان در مقابل قانون دارای وجاهی و حقوق مساوی هستند یعنی بحث منطقی است ای بحث بالاخره حامد و محمود خب، از این بحث ها بگذاریم میایم در رابطه با داخل وال در رابطه با داخل وال اون نفر حکومتی بده متهم میخواستن استدعا بکنه پلیس جرگه بعد اتهام علیه 5-6 نفری که ایشان او سند کشتن درسته که اونا مطرح کردن اما هیچ وقتی با کمال تاسف نتوانست آقای داخل وال نه بالاخره در به اصطلاح نهادهای عدلی و قضایی تاکید خانم غفار این بود که ادامه کار شما به خاطر این است که شما چوکی هایتان را دوست دارین و امتیازاتی را که خب مجلس دارین ما چی میگیم؟ ما میگیم مطابق با ماده 4 قانون اساسی حاکمیت ملی متعلق به مردم افغانستان که اینجا نقش مردم چیست؟ اجازه بدین پارلمان کار خوب کرده کار بد کرده اعضایش بالاخره مثبت بوده منفی بوده این وظیفه حکومت صندوق بگذاره باز در روز انتخابات کسایی که خبر این حکومت قرار نیست به این زودی ها صندوق بگذاره چی میشه شما به عنوان نماینده مردم کسی که از مردم حکومت گرفته بودین حالا چی میکنید حکومت کرد ما بیان بالاخره پاسخ حکومت اما
ما ما کم گرفتیم حکومتی که شما در حال حاضر امروز آقای غنی هم تمدید کار شما را تایید میکنه. آقای غنی عقب نشینی نمیکرد دقیقاً پارلمان همین ما کم میگفت که شما حق مردم افغانستان تلف نبکنید. اینمی پارلمان بنابر قول ایشان بنابر ادعایشان اینمی پارلمان ناکارآمد شما باید فقط با انتخابات میتوانین سرنگون بکنین و جاگزین بکنین جای هر نفر وکیلی که بالاخره با رأی آمده میتونه بالاخره وکیل دیگر را تعیین بکنه. این مسیر قانونی یعنی تا زمانی که انتخابات برگزار نشه شما همچنان هستین در این کرسی بدون تردید. ببین چرا؟ به خاطر اینکه با کمال تاسف شرایطی آورده قضیه افغانستان به همین جا کشانده. با استفاده بعد از اعلان نتایج انتخابات شما دیدین که خود حکومت هم گردن نهاد استر محکمه ای که اساسا هیچ حق تفسیر زیر نداشت بازم بالاخره آمد به همین واقعیت تن گذاشت و تمام بحث های جدلی که حکومت سوار کرده روی ولیچی جرگه و تمام کسایی که ادعای حقوقی و امثال ذلك میکنن متاسفانه تمام بالاخره مقولات ذهنیات اینا برباد رفت. ناصری حرف آقای بشردوست را تکرار بکنیم در پایان برنامه که ماندن امروز به صراحت گفتن که ماندن ننگ و عار است در مجلس. ببین ما بسیار مؤدبانه میخوایم صحبت بکنم. ما اول ما سخنگوی جناب آقای بشردوست هستیم. سر از فردا و پس فردا باز میبینی که آقای بشردوست راست گفته یا دروغ گفته. به چه معنا؟ با شما به این معنا. اگر او اعتقاد داره، چنانچه از حرف امروزش معلومه که من احترامم دارم. دیگر هرگز در جمع این کسانی که از نظر آقای بشردوست بودنش در اینجا مشروع نیست نباید شرکت بکنه. اگر شرکت نکنن کی بر حق میشه؟ اجازه بدین آقای ناصری اگر بر فرض شرکت نکنن کی بر حق میشه؟ کسانی که نشستن یا کسانی که بیرون میشن؟ ملاک بر حق بودن و باطل بودن قانون اساسی است، نه حرف شخصی ما نه موضع‌گیری شخصی. حالا دو تا تعبیر در همون مجلس وجود داره، یکی که شما میگین قانونی است، آقای بشردوست میگه نیست. شما از همین مدیا میگفتید که تعدادی از وکلا آمادن استعفا بده، چرا استعفا ندادن؟ کسانی هستن که بالاخره ما نام نمیبرم به خاطر اینکه سوء ادب نمیکنم، نام نمیبرم با کمال تاسف بر مبنای بالاخره چی اغواگری و همینطوری به اصطلاح تجاهل زدن و کار افغانستان همین است که بالاخره هر کسی که شعار تیز تا دیز تا تون دادن فکر میکنه واقعا دلسوزی به ملت هستن کار نداره. ما نه سخنگوی جناب آقای بشردوستم، آقای بشردوست اگر در جلسات بعدی شرکت نکرد پس بنابراین مطابق با باور خود که نباید شرکت هم بکنه. چرا؟ به خاطر از اینکه اگر او شرکت بکنه با کمال تاسف بسیار وجه قانونی و اعتباری از او پایین میآید که ما بیشتر از ایشی نمیتونم. اما کار عمل کرده آقای بشردوست به هیچ وجه عمل بالاخره توجیه کننده عمل کرده ما نیست. ما وقتی که میگم ادامه کار ما، شما دیدین که در کلماتی که جناب آقای غنی به کار برده بود تمدید نگفتن و اگر تمدید میگفتن امروز دروازه ایزی بسته میشد. گفته ها و شعارهای ما همیشه برحق بوده و تاریخ او رو به اثبات رسانده که برحق بوده. متاسفانه که شما در کلمات همیشه پیچیدین و همیشه کوشش کردین که مردم بازی بتین و پرده از روی جنایات و فساد هایی که در دولت هست آشکارا میگم برای مردم افغانستان منطق شما منطق دکارت هست. میگه چون من شک میکنم پس من وجود دارم. نه خیر شک نیست، شک است. شما به واقعیت است، واقعیت در جرگه شکاکان به سر مبرم متاسفانه باید در صورت باید تلاش بکنید که ایمان تقویت شود که مردم افغانستان بدبخت کنه. شما به کسایی به پارلمان داشته که شما منطقه شکاکی است و این بالاخره اقلای عالم قبول نمی کنه. از جمله امام صاحب فخر رازی سپاسگزارم. غلام حسین